رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. اوکی آقای دکتر، من از اینجایی که میدونم زیاد اهل تعارف و خوشو بش و اینا نیستید، دیگه مستقیم میرم سر اصل مطلب. امیدوارم حالت خوب باشه. من 38 سالمه، از لندن زنگ میزنم. بعد یکم هم هول شدم باهاتون دارم حرف میزنم، اگه میشه شما کمکم کنین که من این رشته کلام بیاد دستم. و شما چه مدتی است لندن هستی؟ من 4 سال هستش ازدواج کردم و همسرم اینجا بود. همسرم مثلا متولد همینجا هست ولی ایرانی هستن، ولی خب ما پدرهامون از دوستای خیلی قدیمی بودن. ما کاملا از همدیگه شناخت داشتیم، به مدت یه سال با همدیگه دوست بودیم و همسرم خیلی رفت آمد میکرد به ایران. توی اون یه سالی که با هم دوست بودیم تقریبا 4-5 بار اومد. و ولی خب میگم از زمانی که مثلا من بچه بودم، راهنمایی بودم، از خانواده اینا شناخت داشتیم و با همدیگه رفت آمد خانوادگی داشتیم. همسر شما چند سالشون؟ همسرم من 5 متولد 61 هستم، همسرم 56، یعنی اینکه 5 سال از من بزرگتر. به من بفرمایید که هر دو چی خوندی، چه میکنید؟ آقای دکتر، من توی ایران مایکروبیولوژی خوندم، همسرم اینجا تو همین لندن معماری خونده و همینجا توی شرکت انگلیسی کار میکنه، خیلی هم تو کارش موفق هستش. بعد بتونم که گفتم متولد همینجا هستش، چون پدر شوهر من اینجا دانشجو بودن اون زمان و دیگه همسرم اینجا به دنیا اومد. و ولی خب پدر شوهرم اینها بعد از اینکه درس پدر شوهرم تموم میشه برمیگردن ایران، دیگه اون زمان زمان جنگ بوده و ایران موندگار میشن. ولی خب چون که همسر من اقامت اینجا رو داشته، ایران دیپلمش رو میگیره و سربازیش رو میره و دیگه میاد اینجا برای ادامه درس و زندگی. دیگه از سال 2000 اینجا زندگی میکنه. به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستید؟ من فرزند اول هستم، یه خواهر دارم که از خودم 4 سال کوچیک‌تره، همسرم فرزند اول هستن و 3 تا برادر کوچیک‌تر از خودشون دارن و خواهر ندارن. بسیار. من خب برادر ندارم. بسیار. چه خبر است که شما لطف کردید تلفن کردید؟ آقای دکتر، من خدا رو شکر ازدواجم خیلی خوبه. یعنی همه چی از اول خیلی خوب شروع شد. خانواده با هم دیگه خیلی خوب، ما همه چیز رو خیلی راحت گرفتیم و بدون تشریفات خاصی و بدون مهریه و بدون عروسی، و من خیلی راحت گرفتم چون پدرامون هم با هم دیگه خیلی خوب دوست بودن و کاملا از هم شناخت داشتیم. ما خیلی راحت با هم دیگه ازدواج کردیم. وقتی که با هم ازدواج کردیم، من چون شوهرم هم اینجا از نظر موقعیت و اینا خوب بود، من یه 3 ماه بعدش تونستم ویزا بگیرم و اومدم اینجا. دکتر، مشکلی که من دارم با خودم هستش که دیگه این مشکل داره روی زندگی زناشویی من تاثیر میذاره. یعنی چیزی هستش که من سالها دارم باش مقابله میکنم و میجنگم، ولی متاسفانه نتونستم پیروز بشم. این مشکل برمیگرده به دوران کودکی من. من دوران کودکی زیاد خوبی نداشتم. پدر مادرم خب توی جوانیشون خیلی با هم دیگه اختلاف داشتن، حالا الان سنی ازشون گذشته دیگه به یه آرامش نسبی رسیدن، چون مادر بزرگ من یعنی مادر بابام خیلی خانم کنترلگری بودن و هستن و 3 تا هم پسر داشتن. یعنی من پدر من 2 تا برادر دیگه دارم که همیشه مثلا مادر بزرگم اینها رو کنترل میکرد و از پدر من انتظار داشت که مثلا برادراشو سر و سامون بده. و خلاصه یه مشکلاتی از بچگی داشتم و بعد که مثلا همیشه شاهد بحث و جدل پدر مادرم بودم. صدامو دارید آقای دکتر؟ من یکم هول شدم. بله دارم. صدا میاد؟ بله، مشکلی نیست. بله. من چون حرفای شما رو خیلی گوش کردم، متوجه شدم یکی از چیزای اصلی که باعث مشکلات من شده تو کودکی جابجایی‌های بیش از حدی بوده که خانواده من داشتن. چون پدر من خیلی آدم زحمتکشی بود، هم کار میکرد هم درس میخوند. خب دانشگاهش خود به انقلاب فرهنگی و 2 سال از دانشگاه بابای من محروم شد. دیگه بابای من ازدواج کرده بود و من به دنیا آمده بودم. زمانی که دوباره دانشگاه بابای منو قبول کرد، من کلاس اول بودم. یعنی من یادم میادش که زمانی که پدر من دانشجوی تبریز بود، زمانی که پدر من اونجا دانشجو بود، منم کلاس اول ابتدایی بودم. اصلا یادمه که با هم دیگه روی میز درس می‌خوندیم. من مشقام می‌نوشتم و بابام
مثلا نقشه هاشو میکشید و درسای دانشگاهشو انجام میداد. بعد از اینکه اونجا ما از تبریز دوباره رفتیم یه شهر دیگه، همینجوری تا اینکه بابای من کم کم توی بالاخره جاهای مختلف کار میکرد و شرکت خودش رو هنوز نداشت، تا اینکه ما بعد از مدت خیلی طولانی، یعنی من دیگه تقریبا تمام ابتداییمو و سال اول راهنماییمو از این شهر به اون شهر شده بودم، تا اینکه وقتی که من دوم راهنمایی بودم دیگه بابای من توی یک شهر دیگه هم اونجا موندگار شدیم و پدر من شرکت خودش رو زد و ما اونجا موندگار شدیم. ولی آقای دکتر، من چیزی که هستش، با اینکه الان من 38 سالمه، هنوز هم خواب، یعنی شاید باورتون نمیشه آقای دکتر، من خواب بچگیامو میبینم، خواب اون خونه ای که خیلی اونجا بهم خوش گذشته بود و یه دوست خیلی صمیمی داشتم که یعنی از سال 9 سالگی تا 12 سالگی با توی اون نمیدونم چی جوری بهتون بگم، یه محوطه‌ای بود که حالا چرا اینقدر مهمه؟ حالا خواب میبینید؟ حالا خواب میبینید که ببینید چه اهمیتی داره؟ نه، فقط همه خواب نیست، موضوع فقط خواب نیست. خب آخه من روز نفهمیدم مشکل بیداریتون چیه؟ مشکل بیداری اینه که آقای دکتر، من شدیداً مشکل جویدن دهن دارم و میدونم که این کار خیلی کار خطرناکیه و یعنی چی جوید؟ یعنی شبا شونه سب کنه، شبا که میخوابید دندون قروچه به قول معروف میده، درسته؟ نه، دندون قروچه نیستش، مشکل در بیداری، مشکل وقتی که مشکل جویدن مخاط دهنمو دارم، یعنی لبم و اینطوری حالته که میکنن دهنو. من خیلی توی این حرفایی که شما حالا نرید اونجا، نه آخه مشکل مشابهی نداشتم که من بخوام بگم. عزیز من، آخه شما به جای اینقدر حاشیه برید که با یه بچه بودیم تو این فضا، بیاد بگید مقصود تو این است که شما با دندوناتون لبتون رو زخم میکنید. بله، لب خیلی خوب، زخم و قشای داخلی، فقط لب نه آقای دکتر، یعنی در حدی که زخم میشه و اصلا تا چند روز خوب نمیشه و احساس میکنم که این زخما بعضی وقتا ریشه دار میشه، اصلا عادت کردم به این کار. حالا ممکن... مدت ها... حالا ممکنه به من بگید که در حدی که میدونید چه مدتی مادر به شما شیر دادن؟ تا 2 سالگی بهم شیر دادن و خب دست سختی هم از شیر گرفتن. خب اونجا دست گلاب دادن دیگه، یعنی شما تثبیت دهانی دارید؟ من متوجه شدم، مزید میگم تثبیت دهانی دارید، اورال فیکسیشن دارید، یعنی چون قرار نبوده بیشتر از یک سال باشه یا 14 ماه حد اکثر، بعدم شما اونجا تثبیت، شما از طریق این کاری که میکنید احساس امنیت میکنید، احساس آرامش میکنید و ناگاه و بعدم به شما یه شاید یه زمینه یه لذتی رو میده. خب بنابراین شما تثبیت دهانی دارید. حالا چند اندازه شما مثلا در جهت خورد و خوراک ممکنه ایتینگ دیسوردر داشته باشید و یا رفتار درستی نداشته باشید یا غذا خوردنتون عادیه؟ من احساس میکنم که پرخوری بیش از حد عصبی دارم و علاقه خیلی شدید به شیرینی و بستنی و چیزایی خیلی شیرین دارم. کلن آدمی هستم که عصبی میشم میفتم به خوردن آقای دکتر. خب همین دیگه. خب ببینید عزیز، روزی که یه بچه ای در 2 سال اول پدر و مادر رعایت یه اصولی نکنند و در نتیجه یا مدت شیر دادنشون طولانی باشه، از شیشه شیر خوردن بعد از 14 ماهی ادامه داشته باشه، وقتی که این مک زدن در روز بیشتر از 3-4 ساعت باشه و از 14 ماه بگذره، شما تثبیت دهانی پیدا میکنید. تثبیت دهانی یعنی انرژی روانی و انرژی جنسی شما در حقیقت در منطقه دهانتون میمونه. اول شما دهانتون براتون یه معنای خاصی داره، شما رو نمیگم، آدامز دوست دارن آدم ها یه چیزی رو خورد کنن، سیگار رو باش راحت هستن، مشروب رو همینطور، هر چیزی که منطقه دهان رو تحریک کنه، انگوششون تو دست دهنشون بکنن، لبشون رو به اصطلاح بگزن، اون گونه که شما دارید توصیف میکنید. و ضمناً 4 تا ویژگی روانی هم پیدا میکنن. یکی آدم های بسیار وابسته ای هستن، دوم بسیار زود گول میخورن، آدم های ساده ای هستن، سوم بسیار پرتوقع و پر انتظارن و چهارم میتونن به آدم ها زخم زبون و نیش بزنن کلامی. یه مقدار این 4 تا مشخصه روانی هم دارن، بنابراین اینو میشناسیم، یعنی شما چیزی که دارید تثبیت دهان. بسیار خوب، بنابراین راهش این است که ببینید از طریق یه دندان پزشک ماهر چه کار میتونن بکنن که شما جلو این رو حداقل وقتی که
تنها هستید یا تو خونه هستید بگیرید، چون شاید سر کارتون یا تو محیط هایی که دیگران هستن مواظب باشید این کار رو نکنید، اما دو وقت این کار رو میکنید، یکی زمانی که مثلا نشستید در تلویزیون تماشا میکنید، یکی ممکنه شب تو خواب باشه. بنابراین ممکنه به شما توصیه یه مقدار گاردایی رو بکنن که بتونید تو روی دندونتون بگذارید که هم به دندانتون هم به لثه هاتون ای بس آسیب نزنه و به تدریج این کار رو برای شما مشکل و غیر ممکن کنه و این عادت رو از سر شما بندازه به خاطر جنبه بیرونی که داره، ولی مطلب کاملا شناخته شده است که برمیگرده به اشتباه پدر و مادر در جهت دادن شیر به بچه ها بعد از امروز دیگه یک سالگی یا حد اکثر 14 ماهگی و یا استفاده از شیشه شیری که بچه رو به مک زدن بیشتر وامی داره. بنابراین مسئله اورال فیکسیشن، تثبیت دهانی، راه حلش هم چون کار خاصی برای کودکیتون نمیشه کرد این است که از طریق دانش دندان پزشکی کمک بگیرید چه کاری میتونم بکنم. حتی ممکنه مثل مواردی است که بچه ها برای تنظیم فرض کنید دندوناشون سیم کشی میکنن مثلا، یعنی یک کاری فقط به جهت جلوگیری از اینکه شما نتونید به لبتون یا به لثه‌تون آسیب بزنید و این عادت رو ادامه بدید و ضمناً به مرحله هوشیاری تو این زمینه برسید. یه چیزی است که ممکنه 6 ماه تا 2 سال طول بکشه که از سرتون بیفته اگر کمکتون کنن که مانع این کار بشید. آقای دکتر، من در موردش خیلی تحقیق کردم و خوندم و اینا میشنیدم و میگن که باعث در دراز مدت باعث سرطان دهان میشه این حرکت. نه. چون به طور عمد داری این کار انجام میدی. ببینید حالا رفتی تو استراب و وسواسی که یه ویژگی دیگه شما هرچی میخواد بشه بشه، خب نکنید، بیشتر شما رو وادار به این میکنه که مواظب باشید. به همین سادگی، یعنی من اگر بدونم مثلا تو خونه ممکن اصلا به شما بگن یه چوب بگذار وسط دو تا دندونات بگیر بشی، مثال عرض کنم، یه خطکش مانند بذار تو دهنت بشی، هیچ کاری نتونی بکنی. وقتی که آدم بدون آسیب این که حالا سبب چه میشه، شما برای چی اونجا میرید؟ خب بیشتر به شما باید انگیزه بده و واقعا با تمام وجودتون بخواید باش مبارزه کنید. حالا هر چی میشه، من نه اون رو میدونم نه این گفتگو خیلی گفتگوی درستیه برای که تعداد آدمایی که یه همچی کاری میکنن که شما میکنید ای بسا 1 در 10,000. حالا چه مطالعه و تحقیقی شده که به نتیجه برای سرطان رسیدن من نمیدونم و وارد اون بحثم نمیخوام بشم. اما اگر نیست که نیست، اگر هست بیشتر باید به شما این انگیزه و نیت رو بده که محکم پاش بیستید و مانع این کار بشید و انجامش ندید دیگه. درست مثل بچه هایی که مثلا انگشتشون تو دهانشون میکنن یا به دستشون دارو میزنن، مثلا با دستکش زندگی میکنن، یعنی هیچ وقت دستکش های کلوفتی که مثلا پشمی هم هست که اصلا به دهنشون نمیتونن ببرن، وقتی یه سال جلو این کارشون رو گرفتن از سرشون میافته دیگه. ما راهی برای تغییر آسیبای 1-2 سال اول که نداریم، بلکه اونجا نان وربال و غیر کلامی کار روان درمانی نمیشه کرد. تنها کاری که میشه کرد اشکالاتی که تو تثبیت دهانی هست رو از طریق عملی و رفتاری ما مانع بشیم که به تدریج کم بشه، بعد خاموش بشه و بعدا فراموش بشه. بنابراین شما با یه دندان پزشکی که متخصص این نوع موارد هستن یا اورال سرجنتی که کارشون یه مقدار در منطقه دهانه ازشون بخواید، یه راه مطمئنی رو میتونن در مقابلتون بگذارن و این مشکل رو حل کنید. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. آقای دکتر میتونم یک سوال دیگه ازتون بپرسم؟ حتما. آره ولی واسه من فقط یه سوال ازتون داشتم، قبل اون میخواستم بهتون، البته در جایگاهی نیستم که من شما رو بخوام تشخیص کنم دیگه، شما برای همه ثابت شده هستین، ولی واقعا این تشخیصتون که در مورد دوران شیر خوردن من بود، چون مامان من از زمان کودکی ما من زیاد مثلا چیز زیاد یادش نیست، یه خاطره تعریف نمی‌کنه، ولی همیشه این جریان شیر خوردن من و اینکه به زور تونسته منو از شیر بگیره و شیر خوردن من خیلی طولانی شده رو همیشه اینو برام تعریف کرده بود و من میدونستم و شما دقیقاً به همون اشاره کردین و من قبلش این همه حاشیه رفتم و از دوران کودکیم گفتم فکر میکردم اشکال کار در اون جابجایی های بیش از حد پدر مادرم و عوض شدن دوستام و محیط زندگیم بوده، اصلا فکرش هم نمیکردم که مربوط به دورانه و تازه فکر میکردم چون 2.5 سال شیر خوردم خیلی خوب بوده و مثلا مامانم خیلی بهم لطف کرده که 2 سال بهم شیر داده. بذارید من یه توضیح کوچیکی بدم عزیز، آخه موضوع خیلی عمیق و دقیق و سنگینه.
در 3-4 ماه آخر دوران جنینی در شکم مادر 8 تا چیز با هم گره میخورند. یکی مسئله مرگ و زندگیه، یکی مسئله لذت و درد، یکی تمایلات جنسیه، یکی میل به تولیده که زمینه ژنتیک داره و یکی امنیت و دیگری آرامش. این 8 تا چیز یه جوری با هم در میآمیزند و با موضوع زندگی و رابطه جنسی یا میل جنسی در ارتباطه. کودک انسانی یه موجود بسیار ضعیفی است که اگر به این دنیا بیاد و کسی دور برش نباشه حتما میمیره. اما طبیعت یا خدا آمده مادر رو تبدیل کرده به کارخانه تولید شیر، سینه رو برای او گذاشته، نوک رو برش گذاشته و بچه ها، دختر بچه کمی زودتر، پسر بچه بعدش، 2-3 ماه آخر یک کار و فقط یک کار رو در شکم مادر میکنن و اون این است که دستشون یا شستشون رو میخورن. بنابراین وقتی فیلم ها رو شما نگاه میکنید، بچه ها تو شکم مادر شستشون تو دهانشون، یعنی مک میزنن. و بنابراین نوزاد وقتی به این دنیا میاد یک دونه مهارت و توانایی داره و اون مک زدن، اینی که سینه مادر یا شیشه شیر رو میگیره و از این طریق زنده میمونه. اما این مک زدن ماجرای لذت و درده، این مک زدن مسئله مرگ و زندگیه، این امنیت و مخصوصا امنیت و آرامشه، این تمایلات جنسیست. و قرار حدود 12 تا 14 ماهگی، حد اکثر 18 ماهگی، این میل منطقه اولیه که دهان هست رو رها کنه و به مسئله عمل دفع یا مدفوع بره، یعنی اون منطقه دوم هست که وجود داره. حالا روزی که پدر و مادر کاری میکنن که بچه کمتر از روزی 1 ساعت مک میزنه، مثلا شروع میکنن بهش غذا دادن یا شیر بهش نمیدن، شیشه شیرشون هم سوراخش انقدر، اون پستونکش انقدر گشاده که ظرف مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه بچه تمام اون شیر رو میخوره، و یا مثل مادر شما مدت شیر دادن رو از سینه مادر طولانی میکنن و اون رو به صورت یه عادتی در میارن که بعدن گرفتنش از بچه هم بسیار بسیار مشکله، یا شیشه شیر سوراخش بسیار بسیار تنگه و بنابراین بچه مدتی طول میکشه تا بتونه همه شیر رو بخوره، و بنابراین روزی که بچه بیش از 3 ساعت یا 4 ساعت مک زد، تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن پیدا میشه، یعنی انرژی روانی، انرژی جنسی، اصلا مسئله امنیت و آرامش همه در اون منطقه خودش متوقف میشه. بنابراین این آدم ها در بزرگسالی 2 کار میکنن، یکی منطقه دهان و لبشون و دندون هاشون و یا لثه هاشون رو باید به نوعی به کار بگیرن. بنابراین معمولا ایتینگ دیسوردر دارن، یعنی آدمایی که مشکلات اضافه وزن دارن، یه ذره هر وقت یه اتفاقی میفته خشمگین میشن، غمگین میشن یا خوشحالن و شادن میخورن، گرایشی پیدا میکنن که این منطقه رو همیشه به نوعی تحریک کنن. به همجاست که دهی دائما دارن آدامس میجوند، یا فرض کنید سیگار رو لبشون میگذارن، یا مشروب رو به خاطر اون حال که تغییراتی رو به وجود میاره و ضربه میزنه به اون منطقه برمیانگیزه، یا فرض کنید چیزای ترش میخورن، چیزای تند میخورن، داغ، یه چیزی باید لبسوز باشه، یخ میخورن، یعنی همه اینا برمیگرده به اینکه این منطقه منطقه امنیته، این منطقه منطقه آرامشه، این منطقه حتی منطقه سکشوالیتی اوناست، یعنی بهشون یه احساس لذت و رضایتی میده. و به همین که اصلا ماجرای بوسیدن اونم به صورتی به گونه ای که فقط یه برخورد و لمس نیست، خیلی بیش از اونه، از همین جا میاد. یعنی میخوام بگم پیامد یه چنین اشتباه پدر و مادر در 1-2 سال اول زندگی بچه تمام عمر اونها رو میگیره. شما اگر برید سراغ 10 تا آدمی که اضافه وزن دارن و بسیار مشکل دارن وزن خودشون رو کم کنن، 9 تاشون 8 تاشون حتما اینا کسانی هستن که در کودکی پدر مادر این اصول رو رعایت نکردن. بنابراین بچه اصلا موضوع اصلی و اساسی خوردنش گرسنگی یا هر چیزی از این قبیل نیست، این خوردن عصبیه. به همین جاست که من همیشه میگم روی یخچال ها دروش بنویسید Are you hungry or angry؟ تکلیف رو روشن کن، آیا گرسنه ای یا خشمگینی؟ گرسنه یا دنبال یه بازی و بهانه میگردی، از یه حسود شدی، بدجنس شدی، احساس خطر میکنی، ناامید شدی، احساس خردی میکنی، احساس خشم میکنی، قهر میکنی، گناه میکنی، هر کدوم از اینا که پیدا بشه راه حلش خوردنه. و به همین جاست که به صورتهای عجیب و غریب خودش رو در میاره، اینی که وقتی شما تو این منطقه مسئله داشته باشید، مثل بسیاری از بچه ها که انگشتشون رو میخورن، شستشون رو میخورن. من مریض داشتم که اصلا به یک اعتبار از بس شستشو خورده بود، در بزرگسالی اصلا تقریبا میشه گفت ناخن شست نداشت،
تمام دستش در هر فرصتی تو دهانش بود و این به صورت یک اعتیادی در میاد که تنها از این طریق سیستم و مغز میتونه آروم بگیره و چاره غیر از این ندارن. ولی متاسفانه چون آسیب مربوط به دوران نوزادی هست، کاری براش نمیشه کرد. تنها کاری که میشه کرد باید مانعش شد، جلویش رو گرفت. اینه که شما هم از هر راهی که بهتون توصیه میکنن که این کار رو نکنید و چون کوتاه مدت خوشبختانه میتونه برطرف بشه از اون استفاده کنید. و الا همطور که گفتید، اولا بد، آسیب زننده است، زشته، حتی اشکالات روانی رو هم به تدریج موجب میشه، چه رسه به که خطراتی که ممکنه وجود داشته باشه که من دیگه با اون قسمتش کاری ندارم. اینکه لطفا و حتما موضوع جدی بگیرید. حالا بریم سراغ مطلب دیگری که خواستید بهش اشاره کنید. دکتر، به غیر از این گارت‌های دهانی که دندون پزشکا میدن، ممکنه مثلا اگه من برم همینجا پیش یه دکتر روان پزشک یا با ورزشی یا با دارویی، یا حتما باید از طریق مثلا فیزیکی و از این گارت‌ها حتما داشته باشم؟ چون دکتر شما باورتون نمیشه، من سالها تاریخ تعیین میکنم هر مناسبتی رو، تولدا رو، مثلا دو روز میتونم بعد دیگه نمیتونم، احساس شکست میکنم، خیلی بده. یعنی این موضوع، یعنی به همین سادگی که من تو این چند دقیقه براتون توضیح میدم نیستش، یعنی سالهاست که منو درگیر کرده. نه اونو متوجهم عزیزم. نه ببینید، حال بهتون میگم دو تا یه نکته دیگری هست. ببینید، شما باید کاری آشکار بکنید که مانع بشه. اصلا بیاد فرض بگیم یه تناب مانند، مثل تناب، مثال میگم، اصلا ببندید تو دهنتون، مثل اینا هست که میخوان اینا حرف نزنن یا میخوان فرض کنید جلو دهان شما، ببندید پشترتون گره بزنید. اگر خواستید راست سران ماسکایی که میزنیم به خاطر کرونا که ممکنه اگر بخوایم حرفی بزنیم بیاریمش پایین حرف بزنیم دوباره برش گردونیم سر جاش، شما یه راهی باید پیدا کنید. لطفا برزم توجه کنید که این موضوع به صحنه آگاه ذهن شما بیاد، یعنی شما تصمیم بگیرید میخواید این کارو بکنید یا این کارو نکنید. چون الان به صورت ناگاه، یعنی شما نشستید دارید تلویزیون تماشا میکنید، بعد از مدتی متوجه میشید الان مدت هاست این کارو دارید میکنید. این قسمت ناآگاهش رو باید از بین. دوم، چون این مسئله برمیگرده به آرامش شما یا برمیگرده به اضطراب شما، کاری که روان پزشک میتونه بکنه اینه که یک داروی آرام بخشی به شما میده در مواردی که این کارو میکنید. یعنی اگر شما فکر کنید تو خونه این کارو میکنید یا شبا این کارو میکنید، وقتی رفتید خونه یه آرام بخشی بخورید، چون اگر سیستم آروم بگیره این تمایل در شما کمتر میشه، راه دیگری نداره. دقیقاً شبا بیشتر میشه. بنابراین شما یه آرام بخش رو شب میگیرید، در حالی که یه ذره شما رو پایین میاره، آرومتون میکنه، این تمایل رو هم کمتر میکنه. ولی پای این موضوع باید ایستاد. ببینید عزیز، یعنی روزی که شما تصمیم میگیرید این کار بکنید، مثال عرض میکنم، اگر وقتی برید تو مهمونی ممکنه این کار رو بکنید، اگر مثلا تو راه مهمونی که حالا لباس پوشیدید تو آرایش کردید نمیتونید این اوضاع رو کنترل کنید، نرید مهمونی. یعنی 6 ماه مهمونی منتفی، یعنی کاری بکنید که این از سرتون بیفته. چون اگر شما 5 روز این کارو بکنید یه روز نکنید، اشکال کار اینه که تازه بیشتر اون تقویت مثبت میشه. این گونه موارد باید همه یا هیچ باشه، یعنی کاملا باید بنابراین من اگر جای شما باشم اصلا دهانم رو تو خونه که میام میبندم، یه جوری میبندم که اصلا نتونم این کارو بکنم. شما نمیدونید چقدر شوهرتون خوشحال میشه شما الحمدلله از زبون بیافتید و حرف نزنید. برحال من مطمئن و مطمئنم، اصلا من تردید ندارم. برحال ماشاءالله ور کنم هستی، ولی که تثبیت دهانی کشم همینه دیگه، وراج میشه. خب معلوم آدم میشه وراج. مثل فکر کنید من از کجا به اینجا رسیدم، منم تثبیت دهانی دارم که به این وراجی رسیدم. بنابراین خودتو رو خیلی ولی من خیلی وقتی میخوام یه چیزی رو توضیح بدم خیلی متوجه شدم. نه خیلی به هر حال اینا همه دنبالش هست. بنابراین لطفا مواظب باشید و من مطمئنم 6 ماه دیگه اینو نخواهید داشت، برای که من دوستان بسیاری داشتم، میگم اینقدر شرایط بدی بوده. من خانم، دختر خانمی که اومد پنج ما بیش اصلا 60 نداشت، واقعا نداشت. یعنی شما حتی به اندازه 2 میلیمتر هم نمیتونستید ناخون روش پیدا کنید، از بس این تو دهنش بود و محکم مک میزد. ولی خب مادر بزرگوارش 3 سال به شیر داده بود. دقیقاً 3 سال مادر به شیر داده بود. بعدم تازه مادر نه تنها شیر میداد، بچه شیرشو میخورد، بعدم جوری سینه مادر رو مک میزده. مادرم دلش خوش بوده که بالاخره یه طرفدار و یه خواستار. مامانم منو میخوابونده اصلا. بله. به هر حال برام واسه خودتون باشه. خواهش کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی از تشخیصی که دادین، واقعا کمک خیلی بزرگی بود که ریشه این پیدا کردم و دستتون واقعا درد نکنه. خواهش کنم، تمنام. مرسی، همیشه سلامت باشید.